ترمه، هنری که ظرافت نقش و نگارهای آن بر پهنه پارچه ابریشمی جلوه ویژه‌ای را بخشیده و از دوران قاجاری تا کنون به اوج شکوفایی رسیده. تاریخ ترمه به خیلی سالهای قبل برمیگرده، تو دوره صفوی به اوج خودش میرسه. ترمه یکی از اصیلترین سوغات استان یزد و امروز کاربردهای فراوانی رو داره. از پارچه ترمه برای تولید انواع و اقسام به ابعادهای مختلف رومیزی، سجاده جانماز، جانماز، جعبه های قرآن، کیف، کفش و هر چیزی که شما فکرش بکنید که پارچه در اون کاربرد داشته، الان ترمه داره به اون قسمت ورود پیدا میکنه. این هنر اصیل و دست ساخته زیبا در آرشیو ذهن جهانیان حک شده و چشم‌های زیادی رو به خود خیره کرده. This is how Terma in Yazd. ترمه خیلی کیفیت خوبی داره و اتمسفر و حال هوایی که اینجا داره رو فقط میشه مثلا با دست زدن به این ترمه ها حسش کرد. رنگ و پودی که این داره یه حس خیلی خوبی آدم میده. خیلی عالیه، صنایع دستشون خیلی خوبه. هر که به شهر یزد بیاد حتما سراغ ترمه را میگیره. این هنر گرانبها در قالب طرح‌ها و نقش‌های ظریف همراه با نمادهای اصیل و سنتی در گذشته نزد هنرمندان قناعت پیشه یزدی تولید شده. قبل از سال 42 به صورت سنتی بوده، با دست کار می‌شده. این کاغذ نقشه می‌کشیم، هر رقم می‌خواستیم، بعد میاریمش اینو با این قالب دستی کار میشه. 3 ماه 2 ماه کار می‌شه تا یکی نقشه را از کاغذ نقشه بیاریم رو کارت، بیاریم رو مقوا. توجه به این هنر صنعت اصیل و ورق خوردن تاریخ باعث شده تا بافت پارچه‌های ابریشمی ترمه از سنتی به صنعتی تبدیل بشه و طرح‌ها و نقش‌های فراوانی رو روانه بازار کنه. به مرور ژاکارد دستی تبدیل شد به ژاکارد مکانیکی. تعداد اشتغال خوبی انجام گرفته و اشتغال داری خوبی شده. به طور مثال در شرکت خود ما 200 نفر به طور مستقیم و بیش از 500 نفر به طور غیر مستقیم دارن کسب درآمد میکنن. جالب اینجاست با جایگزین شدن دستگاه‌های صنعتی نه تنها از کیفیت و کمیت این ترمه‌های اصیل کاسته نشده، بلکه زمینه اشتغال و تنوع محصولات را افزایش داده.